سلام علیکم، عمران گلزار هستم و بازم در خدمت شما عزیزان قرار دارم و امروز یک موضوع دیگر دارم که میخوام با شما شریک بسازم. بعد از شریک ساختن ویدیو چینایی در صفحه فیسبوکم، بسیار دوستان برای من مسیح پیدا گفتن که مراجعان چطور میتونیم که سخنرانی خود درست کنیم و چطور میتونیم که یک سخنرانی خوبی کنیم و چطور میتونیم که اثر استیج ما زیر تاثیر نرویم. خب، موضوع امروزی ما هست سخنرانی و در پانتون در مکتب بخاطر یک شاگرد بسیار موقع سخنرانی باشه. درست است؟ پس یک بازه شد که شما باید سخنرانی را یاد بگیرید. درست است؟ خب، در سخنرانی اولین چیزی که ما میترسیم چی است که ما زیر تاثیر میریم. درست است؟ دوم چی میشه؟ دوم میشه یک پا از یاد ما میره. امی بزرگتر مشکلش هم یه است که ما شما میترسیم ازش. درست است؟ پس چطور میتونیم که دو مشکل حل بسازیم؟ اول، وقتی که شما در خانه میباشین، موبایل پیش رویتان بانین و از خود یک ویدیو بگیرین. وقتی که شما گپ میزنین، یک ویدیو بگیرین و بعد از او که شما سخنانیتان خلاص شد، موبایل بگیرین و ببینین کجا مشکل داره، کدام نقاط مشکل داره. درست است؟ از این طریقه شما میدانید که نقاط غلطی مهمتانه، غلطی بزرگتانه اصلاح کنید. درست است؟ دوم، وقتی که ما شما میریم به سر استیج استاد میشیم، اما لحظه همه چی از یاد ما میره. درست است؟ چگونه میتونیم که مشکل حل بسازیم؟ خب، سخنرانی به این معنی نیست که شما چقدر گپ میزنید. در دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت، 2 ساعت، به این معنی نیست که شما چقدر گپ میزنید. به این معنی است که شما چی میگید. درست است؟ سخنرانی باشه 10 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه. یعنی که عمران 5 دقیقه خود به شما تسلیم کرد و در بدلش ایره میخواد که یک چیز مثبت به دست بیاره. درست است؟ به این معنی است که شما چی میگید اما گوش میکنم. نه، من یک چیز مثبت میخوام. چرا؟ چرا که من 5 دقیقه خود به شما دادم. درست است؟ یعنی ای که در وقت سخنرانی شما باید چیزهای مثبت بگوید، چیزهای با معنی را بگوید، با مفهوم را بگوید، نه که هر چیز دلت آمد بگوید. درست است؟ سوم، وقتی که شما سر استیج استاد میباشید، به جای فکر کردن که ما باید چی بگوییم، او فکر نکنید، او فکر بانید. درباره فکر کنین که شما هستین یک استاد و پایینی که ششته مردم و هستن شاگرد. شما میخواید یک درس عادی برشان بدهید. پس دهی شما چی نمیشین؟ ورخطا نمیشین، زیر تاثیر نمیرین. درست است؟ یعنی سرسته که مستاد شدم به این معنی است که من هستم یک استاد بسیار کوچک. اما میخوام که فقط نظر خدا، ایدیای خدا همراه شما شریک بسازم. پس در خود جای تاثیر، زیر تاثیر رفتن نیست. درست است؟ چهارم، وقتی که شما گپ میزنین، باید حرکات کنین همراهش. یعنی چی؟ یعنی دستایتان، بدنتان باید در حرکات باشین. نه که این استاد باشین و گپ بزنین، نه، باید حرکات کنین، باید مردم اقدر گپ های شما بروند که ببینه شما کجا میریم و چی میکنیم. پشت حرکات تو فالو کنن. درست است؟ پنجم، پی پی تی یعنی چی؟ پی پی تی یعنی پاورپوینت فایل. بس. درست است؟ وقتی شما پی پی تی جو میکنین، در پی پی تی اولین چیز چی میاد؟ موضوعش میاد. موضوع تان باید بسیار واضح باشه و نقاطی که شما میگین وقت باید همراه پی پی تی وصل باشه. چون اگر وصل نباشه، همه که فکر میکنه کی از کدام طرف آمد و چی میگه و کجا هستی چی. درست است؟ ششم، در پی پی تی تان، در صفحه تان باید 3 نقاط باشه. بس، زیادتر زیادترش 3 نقاط، چون 3 نقاط هم واضح میباشه، هم بسیار زیاد وقت نمیگیره، پس ما بسیار به درستی میفهمیم که چی است. اگر باز 5 نقاط، 6 نقاط، 7 نقاط، 8 نقاط باشه، ما پایینش یاد میگیریم، بالاش از یاد ما میره. درست است؟ هفتم، وقتی که شما گپ میزنین،
زمانی که شما استاد میشین و گپ شروع میکنین، باید چشمایتون همراه مردمی که شما را ببینه وصل باشه، نه که پایین ببینی یا طرف پی پی تی ببینی یا طرف کمپیوتر ببینین یا پایین ببینی یا درا انتو بره، نه، باید چشمایتون همراه مردم وصل باشه. درست است؟ زیر تاثیر کسی میره که تمرین نکرده باشه، زیر تاثیر کسی میره که سخنرانی نکرده باشه، زیر تاثیر کسی میره که فکرهای منفی داشته باشه. درست است؟ شما در ویدیو های ما ایدیم، ما تا حال کسی به من نگفته که مرجان تو سخنرانی مشکل داری. درست است؟ چرا که ما او فکرهای منفی رو از کنم و بجایش فکرهای مثبت انداختم. پس اولین کاری که باید شما کنین این است که فکرهای منفی را از کنین. درست است؟ وقتی که شما سخنرانی میکنین و گپ میزنین، بزرگترین مشکل قسمی که ما قبلا گفتم این است که ما میترسیم زیر تاثیر میریم. درست است؟ وقتی که شما زیر تاثیر میدین، همه چیز از یاد شما میره و بسیار زیاد مردم هستن که این مشکل حل کردن نمیتوانه. چرا که او در وقت سخنرانی یک آدم یک جسم دیگر میداشته باشه، بسیار زیاد کنترل میکنه و بسیار زیاد به طریق درست میگه و بسیار به طریق احترامانه میگه، ادبیات میگه و همین باعث میشه که آنها لغتشان از یادشان رفت، کمی لغتشان از یادشان رفت و زیر تاثیر میره. یعنی در وقت سخنرانی شما باید خودتان باشه، نه کسی دیگه. یعنی یکیش خودتان از الفاظ، از لغتهایی که شما یاد دارین و شما میفهمین که مردم هم یاد میداشته باشه و شما میفهمین که مردم هم میفهمه این لغت داره، از اون لغت استفاده کنین و لغتهایی که به شما بسیار آسان باشه اون لغت استفاده کنین. درست است؟ در پریزنتیشن، در پی پی تی، در سخنرانی 80%، 90% گپ های شما است، 20% الا 10% لغت های ادبیات شما است. لغت های ادبیات در سر پی پی تی باشه، شما نمیگین را. درست است؟ نقاط های زیادی است، اما من از طریق زبان خود برتون میگم، نه از زبان ادبیات، چرا که من از زبان خودم رو شده، تیز شده، یاد گرفته. درسته؟ پس وقت اگر من استاد هم بانم مشکل نیست، وقت من پس دوباره شروع کنم میتونم، اما در لغات ادبیات من استاد بانم و وقت پس سر من شروع کنم میتونم، چون که لغات من احتیاط ندارم و بسیار با مشکل من میگم برم. درسته؟ بسیاری ما شما هستن در وقت پریزنتیشن، در وقت پی بی تی، در وقت سخنرانی از لغات های بسیار سخت استفاده میکنه و همین لغات بسیار سخت باعث از این میشود که نه ما میفهمیم و نه مردمی که ما رو بینه او میفهمه. همین باعث از این میشه که ما ورخطا نشیم. پس در وقت سخنرانی شما کوشش کنید که از لغت های بسیار خرد و بسیار با معنی استفاده کنید. درست؟ مثلا good، excellent. ما excellent اینی لغت ها در سر بی بی تی مارم، good ها از زبان خود میبارم، از زبان خود میگم. وقتی که ما good گفتم، کل مردم میفهمه که ما چی میگم، وقت باز گود همراه اکسلنت وصل می باشه. درست است؟ این بود یک مثال واضح. خب امروز تقریبا 8-9 نقاط مهم سخنرانی با شما شریک ساختم و اگر شما کنم سوال دیگه می داشته باشه، می توانید با هم مسیج کنین و یک کامنت هم می توانید با من مسیج کنین. خب این ویدیو امروزی ما تا ویدیو بعدی باشه خانگارتان و اگر شما کنم نظرات انتقاد پیشنهاد کنم با ما شریک بسازید و یاد نورد که سفر لایک کنین، شیر بگذارین و ویدیو رو لایک کنین و شیر بگذارین و تا ویدیو بعدی ما باشیم خانگارتان.